با درود بر شما دوستان مانی زعیم هستم و در این ویدیو قصد دارم نحوه ساختن مشن برای کریر و سوپر کریر رو آموزش بدم وارد قسمت مشن ادیتور میشیم شیپ رو انتخاب میکنیم و من اینجا امریکا رو انتخاب میکنم کریرمون میتونه اه روزولت ابراهام لینکلن و جورج واشنگتن باشه سوپر کریر اگر ماجرا سوپر کریر رو دارید و یا میتونیم از جان استنیس استفاده بکنیم و یا حتی کارل که سوپر که در کریر قدیمی هست در نظر داشته باشید زمانی که سوپر کریرتون انتخاب بکنید و میشه رو بسازید اگر بخوایم نوع کریر رو تغییر بدیم مثلا اگر جورج واشنگتن رو انتخاب کرده باشیم بخوایم تغییرش بدیم به ابراهام لینکلن و یا بلکس چیدمان بر روی کریر به هم خواهد ریخت که نشونتون خواهم داد ابتدا میریم تا با استنیس شروع میکنیم که کریر رایگان DCS هست زومات و زومه میکنم مقدار حالت کرش داره نمیدونم چرا خب ابتدا بهش نیم میدیم اسم براش تعیین میکنیم من بهش میدم استنیس کریر گروپ معمولا یک ناو هواپیمابر توسط دیسترویر و یا کشتی های رزمی از ناوها اسکورت میشن و در یک فورمیشن خاصی قرار میگیرن که من واقعیتش اطلاعات خیلی زیادی از نیروی دریایی و نحوه حرکت نحوه تاکتیک ها و آرایش جنگی اونها ندارم اما با توجه به ریسرچ به ریسرچی که کردم استنیس در کریر گروپ 3 قرار داره و در واقع مطالعه خیلی محدود بوده و متاسفانه ریسورس ها هم خیلی محدود هست برای دسترسی به اینکه این, این ناوگان ها چطور حرکت میکنند شامل در واقع چه کشتی های جنگی هستن که اینها را اسکورت میکنند وارد اون قسمت نمیشم چون اطلاعاتی ندارم و در نتیجه فقط سعی میکنم که خیلی حالت نمایشی این رو و انجام بدم برای میشنری تو در داخل DCS و نه در واقع فرمیشن و یا حتی تعداد واقعی اسکورت ها چون اطلاعی واقعا ندارم ابتدا اسپن کردم برای استنیس کریر گروپ اسم یونیتمون رو میدم استنیس اسکیلش رو میذارم اکسلنت میخوام که براش تکن تعریف بکنم به صورت پیشفرز داره اما اگه نداشته باشه دیلیت میکنم add perform command از قسمت پرفورم کامن activate تکن رو انتخاب میکنم همطور که میدونید استنیس CVN 74 هست برای راحت تر بودن و یادآوری بهتر من در واقع چنل تکن رو روی همین 74 می میکنم اسم یونیت رو استنیس میذارم نیم استنیس چنل 74 و یونیت رو بایند میکنم به استنیس اینجا حتما باید انتخاب بکنید که این یونیت مپ بشه بایند بشه به این تکن در واقع بایند بشه به یونیت استنیس که انتخاب کردیم 74 و, و اسمش رو به جای TKR میذارم STN زمانی که تکن انتخاب بشه اگر بر روی هادتون ها اپ این قابلیت داشته باشه که نشون بده و یا بر روی دیسپلی خاصی MFT خاصی STN رو خواهید دید و چنل چنل X هست X ray اد میزنم اکتیویت uh, ACLS رو انتخاب میکنم دوباره نیم میدم استنیس نیم استنیس چنل هم همین کار رو میکنم 74 uh, هست و من CVN 74 uh, هست چنل 14 در واقع اس رو انتخاب میکنم یونیت رو بایند میکنم به استنیس و اینجا ما uh, به صلاح پیش فرض و بیسیک اون کاری که میخوایم انجام بدیم بود داریم همیشه کریر برای اینکه هواپیما برای ایمنی برای راحت تر بلند شدن هواپیما در مخالف باد حرکت میکنن و اگر مثلا باد از شمال به جنوب باشه از شمال ما به جنوب باد داشته باشیم کریر همیشه میگرده به سمت در واقع جنوب به شمال حرکت میکنه میتونیم قسمت ودر رو اینجا چک بکنیم میتونیم باد بذاریم مثلا میتونیم هوا رو انتخاب بکنیم هوای طوفانی باشه اینجا اول میتونیم که برای اینکه اگر مثلا بخوایم طوفان داشته باشیم در به فرض پاییز ابتدا باید فصل رو انتخاب بکنیم میتونیم سال رو انتخاب بکنیم 2016 مثلا و برای اینکه واقعی تر بشه میتونیم از تجهیزاتی استفاده بکنیم مثلا اگه به جای 2016 بزنیم 1995 بزن از تجهیزاتی استفاده کنیم که اون سال بوده مثلا آیا استانیس وجود داشته یا نه چه موشک هایی وجود داشته چه تجهیزات هوا به هوا و یا هوا به زمین هواپیماها میتونیم طبق این یک سناریو این رو سیمولیت بکنیم فست ها رو میتونیم اینجا انتخاب بکنیم مثلا من میگم که ماه اکتبر باشه ده اکتبر و تقریبا میشه اواخر پاییز اینجا میتونم بیام توی دیفالت ودر و آتم رو انتخاب بکنم برای آتم مثلا میتونم بگم رینی دی یا کلیر سکای مثلا کلیر سکای رو میگم و میخوام یه مقداری باد داشته باشم ده نات باد داشته باشم از شمال به جنوب این در واقع سیرکلی که میبینید این حالت نابی که میبینید این جهت باد رو میتونید انتخاب بکنید این پایین یعنی که از بالا به پایین مپ باشه مپ همیشه بالا به سمت نورس هست پایین جنوب بالا به پایین میشه تقریبا از دقیقا از شمال به جنوب و میتونم اینجا در واقع کلود رو تعریف بکنم که بیس چقدر بیس کلود از چه ارتفاعی شروع بشه چقدر تیکنسش باشه چقدر در واقع ارتفاع ابر باشه و وارد جزئیات و و در واقع بیشتر میشن اینطور نمیشن در یک ویدیو دیگه این رو نشون خواهم داد میتونیم تا دا تا داینامیک ودر داشته باشیم که خود در واقع ودر به صورت داینامیک شروع کنه به تغییر کردن و ثابت نمونه برای کریر یک پس انتخاب میتونم بکنم مثلا میگم اینجا حرکت بکنه و بعد مثلا به اینجا بره برای هر کدوم میتونم سرعتی رو در نظر بگیرم سرعت 11 نات سرعت مناسبیه وی پوینت دو هم سرعت 11 نات هست یک و یاد اون باشه آپشنایی که انتخاب کردم وی پوینت صفر بود یعنی رو خود کریر اکتیویت تکن میکنم اگر روی وی پوینت برید مثلا وی پوینت یک و من اینجا اد بکنم برای تکن وقتی که به اینجا برسه به وی پوینت یک برسه تکن و آی سیلس رو روشن میکنه ولی من میخوام دائم روشن باشه یا ممکنه بخواید مثلا به دو برسه خاموش بکنه میتونید بگید که خب در وی پوینت دو مثلا ICLS و تکنا برید اینجا پرفارم کامند دی اکتیوییت ICLS یا دی بکن باشه ولی خب نمیخوایم که دی بکنیم برای چیدمان بر روی کریر قبل از این آپدیت سوپر کریر آپدیت سوپر کریر به تازگی اومده تقریبا 4 روزه زمانی که ما بر روی کریر میخواستیم هواپیمای شعی رو قرار بدیم یک تیک مارکی داشتیم به اسم فیکست, آف،, فکست آف و این باعث شد که یا آفست فیکسیشن و باعث میشد که بتونیم آبجکت رو اونجایی بذاریم که بر روی مشنری تور در حال مشاهده هستیم یعنی اگه مثلا من انتخاب میکنم روی این قسمت باشه بین دو تا الیویتور بین دو تا آسانسور اگه اینجا باشه همیشه اینجا قرار میگرفت اما الان این آپشن رو نداریم و اگه من برم قسمت در این قسمت Add or Modify Static Object USA رو این انتخاب میکنم چون نو ناب یو اس USA هست Planes و مثلا F18 اینجا میذارمش قبلا اینجا یک تیک مارکی داشتم که آفس فیکسیشن رو میزدم و اینجا قرار میگه متاسفانه الان نیست ولی خب با آپدیت جدید اینجا قرار میگیره اما مشکلی داره و اون اینه که مثلا به هاپ ما میگم که توی این زاویه قرار بگیره یه مقدار عقبتر میذارمش اینجا نمیخوایم روی الیویتور را بره و بعد اینجا لینک یونیت رو بایند میکنم به استنیس به این شکل مشکل اینجا هستش که اگر شما قبلا میتونستیم کپی پیس پیست بکنیم کنترل سی رو بزنم و بعد کنترل وی رو بزنم الان میبینیم که درست کار نمیکنه برمیگرده روی کریر من هر جا بذارمش جامپ میکنه این وسط و متاسفانه اون آپسیت فیکسیشن اگر می بود این اتفاق نمیافتاد در نتیجه برای هر آبجکتی من باید یکی به یک بذارم اینو باید دیلیت بکنم روش کلیک کردم و دکمه دیلیت زدم رو این کلیک میکنم میتونم اینجا مثلا اسکین انتخاب بکنم به فرض اسکین مورد علاقه من این روزا VF102 هست مثلا VF102 این رو این اسکین رو انتخاب کردم برای این هواپیما و مشکل اینجا میشه که خیلی سخته من بعد یکی یکی استاتیک رو بزنم اف 18 رو بذارم و بعد بیام اسکین رو مثلا انتخاب بکنم و بعد استنیس رو بایند بکنم و دیگه کپی پیس نمیشه کرد این مشکلیه که در آپدیت جدید متاسفانه به وجود اومده انتظار میره که بشه کپی پیست کرد در آینده که من بتونم این مثلا اینجا بذارم و اینطوری جامپ نشه این وسط و یا اینکه آفست فیکسیشن رو برگردونن که در واقع اینجا تیک مارکش بود قبلا که من بتونم بزنم و اینجا قرار بگیرم شما باید تک به تک این آبجکت ها رو اینجا بچینید مثلا اگر هلیکوپتر میخواید بریم سراغ هلیکوپترز میتونیم بریم مثلا SS چست B رو اینجا بذاریم و بعد دوباره بایند میکنیم یادمون نره که باید زمانی که انتخاب میکنیم و در واقع مثلا یه هلیکوپتر میذاریم اینجا یه باشه که باید بایندش بکنیم حتما اینو لینک بد بکنیم اگه لینک نکنیم زمانی که این کریر حرکت میکنه این بیاریم افتو و اینکه اگه اسکیمی پینتی داریم انتخاب بکنیم و جهتش رو بتونیم تنظیم بکنیم چیز بیشتری نداره واقعا یه مقدار دیتیل هست من از یه سری از مودها استفاده میکنم اگر ماژول سوپر کریر رو ندارید میتونید ویدیویی که راجع به مود ساختم رو مشاهده بکنید مود یو اس نیوی هست و میتونید از مود یو اس نیوی استفاده بکنید که در واقع کالر تیشرت ها رو براتون میاره من اینجا بتون نشون میدم استاتیک اگر به قسمت پرسونل برید این مال کسایی هستش که سوپر کریر رو دارن و اینجا میبینیم که در واقع LSO داریم لندینگ سیگنال آفیسر داریم و بعد میبینیم که مثلا شوترها رو داریم تکنیشین ها رو داریم با های مختلف این برای سوپر کریر اما اگه سوپر کریر رو ندارید میتونید اون مود رو نصب کنید برای سینگل پلیر و, ب... و, یا برای مالتی پلیر استفاده بکنید مالتی پلیر در صورتی دوستانتون میتونن جوین بشن به سرور شما که اونا همین ها رو نصب کرده باشن اگر از کاستوم مود بخواید استفاده بکنید اگر از مالتی پلیر بخواید استفاده بکنید که مشکلی نخواهد داشت اگر به قسمت اگر اون مود رو نصب بکنید به قسمت پلین برید میبینید که اینجا من این رو دارم یه استار هم بغلش خورده این استار به معنی این هستش که این یک مود اکسترنال هست مال خود پیش‌فرض DCS نیست و میبینید که های خیلی قشنگی اینجا هست مثلا این هست این در واقع ایر ترکتور هست و یا این تو ترکتور هست که بتونه هاپ ما رو جا به میکشه بر روی نام. و یا حتی دکرو داریم با شرط های مختلف بلو براند گرین رد میتونیم اینجا بذاریم اینها مشکلش اینه که انیمیشن ندارن مثل سوپر کریر انیمیشن ندارن فقط حالت ایستاده دارن و هیچ گونه انیمیشن خاصی این موتور ندارن شاید در آینده یعنی رو تغییر بده انیمیشن هم اضافه بکنه زمانی که تمام آبجکت هاتون رو روی کریر چیدید برای اینکه هلیکوپتر رو بتونید داشته باشید یه هلیکوپتر مثلا سرچ رسکیو هم داشته باشید که کار در واقع سر رو انجام بده این هلیکوپتر مثل چست بی رو من انتخاب میکنم و بعد بهش میگم که به ناو گفته بودم روی 11 نات حرکت بکنه این روی پوینت میکنم اینو با یه فاصله تقریبا بین رو اگر روی اسکرول ماوس کلیک بکنید میدل کلیک بکنید این فاصله رو میتونید ببینید فاصله 300 فوتی فاصله خوبی هست این رو در فاصله ادیت رو میزنم در فاصله 300 فوتی قرارش میدم ارتفاعش رو میذارم 100 پا و سرعتش رو میذارم 11 نات و بعد اد رو میزنم برای اینکه وی پوینت اضافه بکنم و میرم روی این وی پوینت یک اگه دقت کنید 90 درجه بود اونجا که گذاشتم 90 درجه 300 فوت رو میارم و اینجا این رو میزنم شروع میکنه با ناو ما حالت فرمیشن حرکت کردن اسکورت میکنه در واقع فرمیشن لغت درسته نیست ترم درستی نیست ولی متاسفانه من در حال حاضر DCS این قابلیت رو نداره که من به این هلیکوپتر در میشن ادیتور بگم که در داخل میشن ادیتور بهش بگم که اسکورت بکنه مجبورم که این رو به این شکل سیمولیت بکنم کار پیشرفته ترش این هستش که با اسکریپت این کار رو بکنید که خیلی انجام میدن دوباره چک میکنم وی 2 دو وی دو ست فیت یا نات وی یک 98 فیت شده میذارم 111 نات خیلی مهم نیست واقعا حالا بین 98 تا 100 دو فیت میت. متاسفانه برمیگرده رو 98 خیلی میشن ادیتور و ای آی دی سی اس اون کاری که بهش میگیم و معمولا انجام نمیده اگه میشن رو سیف بکنم با تمام این تنظیمات خواهد آمد نکته دیگه اینه که من این 18 رو پاک میکنم اگر من این ناو رو هم که خدمتتون عرض کردم عوض بکنم مثلا به تودور روزولت ببینید چه اتفاقی میافته تمام این هایی که گذاشته بودم همشون برمیگردم میان در واقع جامپ میکنن با, با اون کریر سنتر میشن که الان ظاهرا دی من کرش هم داره میکنه متاسفانه باک هایی هستش که در DCS پیش میاد بعد از اینکه الان زمان ببره تا لود بشه تو دور بعد از اینکه لود شد میتونیم بریم در قسمت هواپیما هواپیما هامون رو انتخاب بکنیم قرار بدیم روی رمپ انتخاب بکنیم که بر روی رمپ باشه اگه میخوایم کل سارت داشته باشیم و یا هات باشه در واقع روی رمپ هات باشه و یا اینکه روی رامبه باشه یعنی روی کتپولت یک دو سه و یا چهار باشه که این دسته خودمون هست میتونیم انتخاب بکنیم بله الان میبینیم که این تمام این آبجکت ها دوباره اومدن حالت سنتر رو به خودشون گرفتن خب من کلیک میکنم ولی یه ذره میبینید که دیگه نمیتونم چابز بکنم برای همین عرض کردم باید مطمئن بشیم در واقع ما چه کاری رو می در نظر بگیریم و بعد از اینکه طراحی کردیم عوض نکنیم که دچار یه مشکل میشیم من قبلا این کار رو کردم یه میشن ساختم به اسم کریر گروپ جورج واشنگتن و همطور که میبینید از حتی نیوی اکویپمنت ها هم استفاده کردم با اینکه سوپر کریر هست و کرو داره یه مقدار آبجکت های خودم اضافه کردم از طریق این دو مود نحوه نصب و در واقع استفاده از مود هم قبلا توضیح دادم همینطوری هلیکوپتر رو گذاشتم Uh, تمام اینها مثلا این ایتودی مو گذاشتم اسکین های مختلف داشتم این اسکین رو براش انتخاب کردم همطور چیدم همه رو یک به یک مثلا این آبجکت هایی که مشاهده میکنید ایر ترکتور و یا این تو ترکر ترکتور مذارت میخوام و یا حتی این تراکی که داریم اینا هیچ کدوم در یا این با با پا البته هستن هیچ کدوم در در واقع ماژول سوپر کریر نیستن و از طریق اون مود من استفاده کردم و یا حتی این ماژول رنگ قشنگی هم داره میتونید دوباره اسکینش رو انتخاب بکنید ولی مثلا این داخل سوپر کریر هست ها توجه داشته باشید به فرض همین در واقع همین این آبجکتی که معلم گذاشتم نیایم اینجا بذاریم به خاطر اینکه اگه من اینجا بذارم میره روی این قسمت این حالت ب... من نمیدونم به صورت تخصصی اسمش چی میشه حالت برجکی که وجود داره میره اونجا روی اون قرار میگیره یه ذره حالت یه ذره که نه خیلی ابلهانه شده این میشنری و دیباک کردنش هم خیلی سخته یا مثلا این آبجکت مال خود سوپر کریر هست اما مثلا میگم این در واقع این لیفتراک این اگه اشتباه نکنم مال دیسیس این رو من دوباره از همون مدا بردم اینجا لندینگ سیگنال آفیسر هم گذاشتم که اینها در واقع آدم های تمام آدم هایی که اینجا استفاده کردن مال مود خود سوپر کریر هست اما توضیح دادم میتونید از اون مود هم استفاده کنید ولی انیمیشن نخواهد داشت بعد از اینکه آبجکتاتون چیدید یک به یک که کار بسیار طولانی خواهد بود و خب اگه نگاه بکنید من تکن و آی سی ال هم, هم کردم مثلا برای جورج واشنگتون که سی وی ان 73 هست تکن 73 و آی سی ال رو انتخاب کردم و یا حتی کار بهتر اینه که فرکانسی هم انتخاب بکنیم برای فرکانسی من دوست دارم که چون 73 هست 273 و و بذارمش این بهتره و دوباره اد رو میزنم با اینکه اونجا ست کردم اما اگر اینجا داشته باشم هم ترجیح میدم که یه زمانی رادیو فرکانسی خب روی ناو نداریم همون هستش و این رو 273 ست کردم و این باعث میشه که حداقل راحت تر بتونم همیشه به خاطر داشته باشم قطعا آی, آی سی تکم و رادیو ها رو بعد قسمت میشن برفینگ برای مثلا بلوکولیشن تایپ کنید و بنویسید مثلا بگید که جورج uh, جوج و بعد مثلا تیکن یا کامل بنویسید 2 3, 4, 5, 6 6 تا اسپیس دادم تکن 74x این رو کپی میکنم icls من زد بخوام ۷۲ ۱۲۳ که چقدر راحت تر میکنه کار من رو وقتی که از خود اسم ناو استفاده بکنم و یا اینجا ایتی مثلا ۲۷۳ مگا هرتز بعد از اینکه این کار رو کردیم میخوایم هواپیمامون رو قرار بدیم من اینجا یه دونه هواپیما رو انتخاب میکنید F18, F14 اگه مود A4 رو دارید ارز کردم خدمتون دوباره آموزش دادم نحوه نصب مود رو میتونید انتخاب بکنید و در واقع از مود استفاده بکنید هواپیمام رو انتخاب میکنم اینجا دو تا هواپیما داریم هست و این الان میبینید که مثلا این باک شده و من این رو باید نه باک نشده من هواپیما رو انتخاب کردم زدم این اومد حوپ اینجا هواپیما رو انتخاب قبلا کردم گذاشتم اگر بخوایم برای مالتی پلیئر تعریف بکنیم و یا میشنی رو میخواید بسازید که خودتون میخواید چند تا هواپیما رو انتخاب کنید مثلا یک افیج رو برای سیت در نظر گرفتید یکی رو میخواید برای گرند آتک در نظر بگیرید یکی برای کپ هست میتونید همه رو کلاینت بذارید و بهشون اسم بدید ولی چون اینجا من فقط میخوام با همین پرواز کنم پلیئر میذارم میتونم بهش اسم بدم اسم بدن خیلی خوبه من توصیه میکنم همیشه نیم آبجکت ها رو بدید به خاطر اینکه زمانی که آبجکت ها تعدادشون زیاد بشه اگر بخواید تریگر تعریف بکنید کارهای ادوانس بکنید به مشکل خواهید خورد گفتم گراند اتک هست اینجا لود رو انتخاب کردم پین انتخاب کردم میزان فیول نوع در موقع وپن اصلا هم و میتونم انتخاب بکنم کردم و بعد میتونم بهش بگم که از کجا بلند بشه تکا فروم رانوی اگه بزنم من دقیقا بهش میگم که از تو کدوم کت پولت بلند بشه این کت پولت ها رو بستم میخوام فقط از 3 و 4 بلند شه بعد 3 و 4 رو بزنم و بعد میتونم بگم رمپ باشه رمپ به این که هات روی پارکینگ های شماره 1, 2, 3, 4 قرار گرفته باشه و یا اینکه میتونم بگم که پارکینگ هات باشه دوباره با شماره پارکینگ رو میتونیم بهش بدیم ولی الان در حال حاضر روی سوپر کریر جدید شماره پارکینگ رو نمیتونیم مشخص کنیم و خودش ریسپاند میکنه برای ما در کدوم پارکینگ باشه برای من تیک اف فرام رمپ مثلا هات رو میزنم فقط برای اینکه به شما نشون بدم زمانی که حالا یا استنیس یا سوپر کریر گذاشتید گفتیم که کریر گروپه میخوایم که در واقع آبژکت های دیگه هم داشته باشید اگر من این باتن رو اینجا بزنیم شروع کنیم اضافه کردن اولش که میذارید یک هست زمانی که میزنید من الان شش تا گذاشتم و یک به یک انتخاب میکنم در واقع چه آبجکت دیگه میخوام اون دوتا باشن شماره دو باشه من شش تا رو انتخاب کردم حتی اینجا میبینید که تاراوا هم گذاشتم و خب میگم این فاصله فاصله به هیچ عنوان ریالستیکی نیست من بعید میدونم مثلا تراوا با فاصله یک و هفت مایلیه ناتیکال مالی استونس شروع کنه به حرکت کردن نمیدونم در چه فاصله قرار میگیره اما بعید میدونم اینقدر نزدیک باشن به هم به خاطر اینکه این 1.7 این مایل از یک نیم مایل تا دو مایل قراره که هواپه مایل ما اینجا اوربیت بکنن و بخوام بیان بشینن و همینطور از روی تاراوا قراره که هریرها و هلیکوپترها و یا هر ویتول دیگه بلند بشه و بخواد بشینه در نتیجه نمیتونه احتمالا توی محدوده پنج ناتیکال مالی این شروع کنه به اوپریت کردن آبژکت های دیگه انتخاب کردم که رز انتخاب کردم که مثلا ببینیم اینجا من از این رز انتخاب کردم میتونم چیزهای دیگه هم داره این جدیدترین رز بوده که اومده و من گذاشتم تقریبا با فاصله مالی گذاشتمشون و به این شکل میتونیم یک یکی بذاریم و آرایش نظامی رو براش تعریف بکنیم بعد از اینکه این کار کردم سیف میکنم من توصیه میکنم به صورت منظم مرتب کانستنتلی واقعا سیف بکنید به خاطر اینکه بعضی وقت میشن ایتور کرش میکنه و یه وقت میبینید تمام این چیدمان شما میروه هوا و به این شکل سیو بکنید مثلا این سه تا آبجکت رو که میذارید یه سیو بزنید یه ورژنی بهش بدید مثلا میشن یک ورژن یک مثلا 0.1 بقیه رو دوباره سه تا دیگه میذارید دوباره سیو کنید ورژن 0.2 اینا رو یکی یکی سیو کنید زمانی که کامل شد تست گرفتید میشن ایتور در دی اس مشکل این هستش که حتما حتما باید تست بکنید اگر تست نکنید قطعا به ایراد میخوره مثلا من این چهار نفر رو اینجا گذاشتم من اگه اینو یه مقدار بکشم بذارم اینجا لود بکنم شما میبینید که اصلا این نفر رو نبینه این میره میفته تو آب در حالی که روی مشن ادیتور من تا این قسمت اینجا دک من هست باید بتونه لود بشه اما متاسفانه نمیشه برای همین میگم که باید حتما تمام آبجکت رو تست بکنید اگه میشنتون پیچیده تر میشه تریگر دارید نو رو باید تست بکنید اگه تست نکنید جواب نخواهد داد سیو نمی نورو میزنم <تص> یه مقدار زمان میبره تا لوت بشه و الان همطور که مشاهده میفرمایید من در واقع بر روی سوپر کریر هستم و تمام آبجکت هام اونجوری هستش که باید باشه اینها رو بعد کانستنتلی هر ادیتی که میکنید هر چیزی که اضافه میکنید سیف بکنید مطمئن باشید که همشون هستن و وجود دارن همطور که میبینید نشون دادم الان ببینید فاصله شون اصلا اون چیزی نیست که تو مشن نشون داده بود من این چهار نفر رو تقریبا رو به روی گذاشته بودم اما الان اومدن به سمت چپ و الان اون افورتون داره اونجا تک آف میکنه تمام اون دو. کشتی هایی که گذاشتم تاراوا و بقیهشون برمیگردم به قسمت مشنری تور البته تکن ای سی ال اینا رو هم فکر نمی کنم اینا به مشکل بخوره ولی اینها رو هم میتونید تست بکنید که مطمئن بشید که درست دارن کار میکنن به خصوص رادیو رادیو رو توصیه میکنم همیشه تست بکنید این سوپر کریر بود که به شما نشون دادم اما من یه کریر گروپ دیگه ای تعریف کردم با اس و میخوام این رو هم به شما نشون بدم که اگر ماجور سوپر کریر رو ندارید و قصد خرید ندارید میتونید یک کریره به نسبت زیبا از توش در بیارید با چی ما از تمام این آبژکت هایی که میبینید من از مود استفاده کردم و این استنیس عادی هست من که نشون بدم مثلا این رو الان US Navy کرو هست، وایت شرت، Red shirt ها قضیه شرت ها رو توضیح بدم کالر شرت ها رو بلو شرت وظیفش در واقع تمام کارهایی که ادواتی که مثلا ماشین حالات بخوان حرکت بکنن تمام کارهای مکانیکی اینا برمیگرده به بلو شرت ها برون شرت کپیتان هواپیما هست و مسئولیت صرف تا صد هواپیما رو داره هر اتفاقی برای هواپیما بر روی گراند بیفته هر مینتیننسی باشه هر چیزی که لازم باشه برون انجام میده هر هواپیما قطعا یک برون شرت داره یک پلین کپتن داره ممکنه که چند هواپیما یک نفر در واقع کپتن پلینشون باشن البته اینو من مطمئن نیستم که میگم 100 درصد اینو مطمئن نیستم شاید که صحبت هم اشتباه باشه ولی برونک شرت یا ایرپلین کپتن کسی هستش که مسئولیت هواپیما رو داره و در واقع میتونیم بگیم خلبان یه جورای هواپیما رو ازش قرض میگیره و بعد بهش برمیگردونه و هر اتفاقی که خب قبل و بعد پرواز هر چیزی که باشه هر چکی که باشه سرپرستیش توسط برونک شرت هست و کارهاشو کارهای اون چکا رو گرین شرت ها انجام میدن گرین شرت ها مسئولیت تمامی چک های هواپیما چک ها مینتیننس ها همه چیز به عهده گرین شرت ها هست پرپل شرت ها یا بنفش ها کسایی که کار ریفیولینگ رو انجام میدن و در واقع گس میزنن به بنزین میزنن رد شرت ها موظف برای, برای اسلحه لود کردن آن لود کردن انواع امو اسلحه و کارشون فقط با اسلحه هست وایت شرت ها مسئولیت در واقع ایمنی رو دارن بر روی ارشه ایمینی رو نظارت میکنن و یلو شرت ها کارشون لانچ هست و کسی که مسئولیت لانچ اصلی هواپیما رو داره که بهش شوتر میگن یلو شرتیه که حالا شلوارش هم متفاوته یه و پشتش هم نوشته که شوتر هست اگه من این رو سیو نمیکنم کنم فقط لانچ میکنم که ببینید این الان ماجوله استنیس معمولی هست سوپر کریر نیست و از هیچ ماجول سوپر کریری من اینجا استفاده نکردم و هم تو که میبینین آدم ها اینجا هستند ولی خب انیمیشنی ندارند میتونید از این مود استفاده بکنید یه حالت یه کریر نسبتاً لایوی رو داشته باشید یه ذره زنده تر باشه و به این شکل هست حتی میتونید LSO داشته باشید ویدشیر تا اما خب عرض کردم خدمتون انیمیشنی ندارند ولی به نظر من زیبایی خوبی رو میده جذابش میکنه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده بودش باشید این ویدیو بتونه کمکتون کرده باشه برای ساختن میشن در کریر و سوپر کریر اگه برای نصب مود ها میتونید از ویدیویی که من ساختم در رابطه با نصب مود و نصب اسکین ها با استفاده از OVGME و نیبورد بیلدر برای ساختن نیبورد ویدیو رو ببینید و امیدوارم که کارتون رو راحت تر کرده باشه روز خوبی داشته باشید و از DCS لذت ببرید.